سلام بر شما در این فراخبر. برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که حکومت موقت این کشور دست به تخریب مکانهای بود و باش آنان زده است. شماره از این مهاجران میافزایند که در حال حاضر حکومت موقت پاکستان نیز آنان را مجبور به ترک خانه هایشان میکنند. هرچند نخست وزیر موقت پاکستان اخراج مهاجران از این کشور را به معنای قطع روابط با افغانستان نمیداند، اما امارت اسلامی میگوید که برخورد نادرست با مهاجران افغان در این کشور روابط دو کشور را خدشه‌دار میکند. چرا موضوع مهاجران افغان میان کابل و اسلام آباد با گذشت هر روز داغ‌تر میشود؟ اینجا در فراخبر. مهمانان برنامه آقایان سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری مردم افغانستان اینجا در کنار ما هستند و آقای احمد سیدی آگاه روابط بین الملل با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای پیگیر به اجازه تان باشه از آقای سیدی بحث را آغاز میکنیم. آقای سیدی، پاکستان از یک طرف میرد مکانهایی که مهاجران افغان بود و باش دارن تخریب میکنه و از طرف دیگر میگه که خواهان قطع روابط با افغانستان نیست. شما تفسیر میکنین چی است معنیش؟ خدمت شما جناب آقای شبر، خدمت دانشمند گرامی آقای پیگیر، بیننده ها و مهاجرین محترم افغانستان که در هر جای به ظلم و استبداد دست پنجه نرم میکنن، سلام و عرض ادب دارم. سلام علیکم. یک حقیقتی را میخواهم به شما امروز صحبت کنم و امیدوار هستم که مسئولین طالبان یا مسئولین امارت بشنوند و جهان هم بشنوند. در قانون اساسی پاکستان، در قانون اساسی پاکستان صریح هم تذکر رفته که حکومت سرپرست که حالا در پاکستان آقای انوارالله کاکر است، تنها و تنها وظیفه‌اش برگزاری انتخابات پاکستان است. هر غیر از برگزاری انتخابات پاکستان، هر عملی را که حکومت پاکستان انجام میده خلاف قانون اساسی پاکستان، خلاف کنوانسیون های قبول شده است. این حکومت نظر به قانون اساسی پاکستان حق دار نداره در مورد مهاجرین تصمیم بگیره، حق نداره بودجه تصمیم کنه، حق نداره روابط بین المللی را تکمیل ببخشه. خب این جرأت از کجا میاد آقای سیدی؟ زیر پا میکنن قانون اساسی را. این جرأت از سوی حکومت موقت پاکستان از کجا میاد که خلاف قانون اساسی پاکستان عمل میکنن؟ این جرأت از اینجا میاد که حکومت موجود افغانستان طالبان در سطح ملی و بین المللی به رسمیت شناخته نیستن، نمیتونن در کنوانسیون های جهانی شکایت کنن، نمیتونن از مردم افغانستان در مراجع بین المللی دفاع کنن. پاکستان میخواهد از این آب گلالود باهی بگیرد. یک دوم، ما به گله ازی داریم که همی انوارالحق کاکر کسی است که به پاسپورت افغانستان رفته و انگلستان تحصیل کرده، به نام افغان آمده، حال به چوکی صدارت پاکستان رسیده. این ظلم به مهاجرین ما روا میداره. مهاجرین عزیز به درستی میدانند و مردمان که حقوق بین دول میدانند، الفای سیاست میفهمند که پاکستان هدفش بیرون کردن مهاجرین افغان نیست. پاکستان دو هدف عمده را دنبال میکنه. هدف اول میخواهد بر حکومت طالبان فشار وارد کنه تا یک بار دیگر با مزدوری به حکومت پاکستان ادامه بده. دوم، کمک هایی که در حال حاضر به افغانستان از جامعه جهانی میآید، پاکستان میخواهد که حداقل 50% به نام مهاجرین به پاکستان بیاید تا مقامات پاکستان را دزدی کنند، حیف و میل کنند و صدها پاکستانی مصروف کار شوند. فشار پاکستان عمده ترینی است. اما تکرار میکنم که کاری را که آقای انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان میکنه خلاف قانون اساسی پاکستان، خلاف قبول شده به کنوانسیون هایی که در جهان امروزی مطرح است. بسیار زیاد تشکر آقای پیگیر. همانطور که آقای سیدی صحبت کردن در مورد اینکه این حرکت حکومت موقت پاکستان خلاف پالیسی اما در واقع قانون اساسی پاکستان است و کنوانسیون های بین الملل است، اما ما تا اینجای کار شاهدش بودیم که مهاجران عزیز افغان در پاکستان در همین مدت 3-4 ماه اخیر پشت سر هم روزای سخت و دشوار را گذشتاندن و هر روز از اونجا میبینیم یا لتکوب میشن یا به زندان میرن یا اینکه بالا
در خانه های اینا حمله میشه، امو مکان هایی که بود و باش دارن اونجا را تخریب میکنن، چرا پاکستان دست به چنین اعمالی زده و این ناشی از چی است؟ سلام خدمت شما سپیر صاحب گرامی، جناب سیدی صاحب گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون شما. سلام. اول سپیر صاحب گرامی، خداوند هیچ کس بی وطن نسازه. ما تیر کردیم، درد بی وطنی را دیدیم. باور کنین در جای دنیا که باشی وطن نمیشه. آقای سیدی که امروز از وطن دور است، شاید هم مرا درک بکنه هم مهاجرینه که در گوشی دنیاست. سپیر صاحب گرامی، می دیشو گرچه هر شب مهاجرینی که در امریکا هستند، اروپا هستند، به من زنگ میزنند، از وضعیت آگاهی میخواهند داشته باشند. باور کنین که 30 سال 40 سال است که در فرانسه هستند، در امریکا هستند، ولی به مجرد که گوشکیشان میگیرم هلو میگم، حداقل 10 دقیقه 15 دقیقه گریان میکنن، به می یک هلو گفتن و میخواهند که همه به وطن برگردن. پاکستان حال نیه، در طول 43 سال از مهاجرین افغانستان مثل گاو شیری استفاده کرده. در موقع زمان از اونا بسیار زیاد بهره برده. همی اکنون همان طوره که سیدی صاحب گرامی گفتن که 10 سال جناب کاکل به نام افغان، ولی من تا جایی که شنیدم 15 سال این به نام افغان در لندن مهاجر بود. یعنی حق یک افغان میخورد در لندن. هموجه تحصیلات عالی کرد، ماهانه سوسیال میگرفت به نام افغان. ولی امروز بدبختانه که صدراعظم محقق شده، که بدون از اینکه صلاحیت قانونی داشته باشه که سیدی صاحب ذکر کردن، اونا میخواین که یک بار دیگر از مهاجرین افغان استفاده سو کنه. نگفتین چی؟ ببینین مهاجرینی که نو رفتن هجه، اکثریت مطلق از اونا کیسای خارجی دارن، یا به جرمنی یا به امریکا یا به استرالیا یا به کانادا، به کشورهای مختلف اونا باید انتقال شون. یک ماه پیش اونا قانون کشیدن که از هر ویزه خارجی ما باید 800 دلار بگیریم. ببینین یک فامیلی که 5 نفر باشه حداقل 4000 دلار باید به پاکستان بده، و از نانشان، از یک وقت نانشان 50 دلار میگیره، بر علاوه که در هتل که زندگی میکنن از اون کشورها. و هم روز میفهمیم که وضعیت بد اقتصادی دامنگیر پاکستانی هاست، میخواید که از یک طرف فشار بالای همو کشورهای بزرگ بیاره تا اونا یک پول تشکر قوی را برشان بته، مثلا در اوائل مثل 600 میلیونی رو آلمان ها برشان داد. و فشار دوم بالای، پس به دنبال باجگیری است سر مهاجر همیشه افغان در پاکستان. همیشه پاکستانی ها از مهاجر افغانستان استفاده بسیار غلط کردن. کمروز دی سر زمستان که شما میفهمین کمیال شبانک هوای سردار افغانستان طبعا. یک ماه بعد خب به کلی زمستان میشه و میفهمه که مردم را که ما از اوج اخراج میکنیم جایم ندارن، ولی میخواین که این کاری که نه انسانی است نه اسلامی. ببینین یک دقیقه مرا وقت بدین. ما انما المؤمنین اخوه فاصله بین اخویکم، مسلمان برادر مسلمان است. تو خدا مدی شو دیدم یک جنازه افغانه اجازه نداده بود که در پاکستان دفن بکنه. آیا ما میتونیم که بگویم دمی امروز که پاکستانی ها یا حکومت پاکستان برادر ماست؟ که هرگز نی، هرگز نی. پس دهیجه امارت اسلامی افغانستان باید دهی مورد تشکر می کنم. چی باید شوه؟ روی راهکارها برمیگردیم. آقای سیدی، حالا که آنگونه که تصاویر، گزارش ها و مهاجران افغان پشت سر هم صدا بلند میکنن، در رسانه ها فریاد میکشن و ظاهرا دیده میشه که حکومت موقت پاکستان هم آستین برزده،
تا پایشان بر گلوی مهاجران افغان بمانه و به این کارش فکر میکنین ادامه میده؟ و موضوع دوم، چه سرنوشتی برای قدم های بعدی بر سر مهاجران افغان فکر میکنین روبرو هستن در واقع؟ میخوام مسئولان صحبت کنم که حکومت ها، دولت ها یک کوچه نیستن، یک قریه نیستن، دو همسایه نیستن که وکیل گذر بیاید دوای از اونا رو فیصله کنن. حکومت ها و دولت ها مرجع اصلی به قانونمندشون سازمان ملل متحد است که به او تعهد دارند. چون سازمان ملل متحد حکومت کابل به رسمیت نشناخته، صدای حکومت کابل در سطح ملی به بین‌المللی کسی نمیشه. بعد آقای نصیر فایق که نماینده افغانستان در ملل متحد تقاضا کردیم، اونا پروگرام ترتیب کردن فردا و دیگه فردا کوشش میکنن که شورای امنیت قناعت بتن که پاکستان از این عمل غیر اخلاقی و از عمل غیر انسانی خود منصرف شد. معلوماتی که من از پاکستان دارم، تماس که دارم، پاکستان اون چه التماتومی را که میته، تهدیداتی را که میکنه، نمیتونه عملی کنه و نمیخواه عملی کنه. از یک طرف گفت تو وظیفه صدر اعظمش خلاف قانون اساسی پاکستان است، دوم میخواه از جامعه جهانی باجگیری کنه، سودجویی کنه، پول بگیره. به جامعه جهانی هم حاضر شده که یک مقدار پول به او بده به خاطری که مهاجری نزی بیشتر آزار نده. این اگر هست. حرف دیگه است که مردم افغانستان، مهاجرین افغان، خانم ها صدا خود بلند کردن، اما اگر این صدا در سطح حکومت و ملی بود بهتر میبود. در بین طالبان هم متاسفانه در مورد سیاست پاکستان سیاست های دو پهلو است. یک تعداد تا روز به پاکستان نوکری میکنن، یک تعداد از نوکری سرپیچی میکنن. این هم مشکلی است که به مردم افغانستان، به دامنگیر مردم افغانستان است. من اطمینان میتونم به مهاجرین افغانستان اطمینان میتونم که پاکستان این کار را عملی کرده نمیتونه. اگر بتونه هم بسیار محدود خواهد بود که یک ماه ضرب العجل تعیین کردن. آقای سیدی، اگر یک ماه کرده باشه، اگر یک روز کرده باشه، کاری عملی نیست، این را نمیتونه. جهان مجبوریت های مهاجرین افغان میدانن، جهان میدانه که مهاجرین افغان وقتی که پر بس بگرده به کابل مسئولیت نداره، تهدیدات امنیتی، تهدیدات تا سطح زندگی و حیات متوجه شده است. فقر دامنگیری مردم افغانستان است، طوری که جناب پیگیر سر گفتن 80% از این مهاجرین کسانی هستند که کیسای خارج دارن، معطل پرواز هستند. پاکستان فقط به خاطر سودجویی، به خاطر ماجی، چون پاکستان عادت داره که باید به افغانستان مشکل ایجاد کنه، باید مردم افغانستان آزار بده. حتی من طرفدار نیستم که کسانی که حکومت پاکستان حکومت اسلامی پاکستان بگن، بلکه باید حکومتی بگن که ظالم، ترهگر، به پیش من تروریست و حکومت پاکستان هر دو رو یک سکه هستن. صداهای از درون مقامات امارت اسلامی، از جمله سرپرست وزارت دفاع آقای ملا محمد یعقوب مجاهد، صحبت هایشان شنیدین در قبال مهاجرین موضوع گیری کردن و آقای عباس استانکزی همچنان، این موضوع گیری ها چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به وضعیت مهاجران افغان در اونجا؟ متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان در حمایت از پاکستان است. شما شنیدین که آقای زیب الله مجاهد میگوید که طالبان پاکستانی تی در افغانستان وجود ندارد، اما امیرخان متقی با آصف دورانی که ملاقات داره میگوید که ما تلاش میکنیم که جلوی تروریستان پاکستانی را از افغانستان بگیریم. یک تعداد کسانی که تجارت دارن مثل آقای متقی به پاکستان، خانه‌هاشون در اونجا است، یک نوع سمپتی و همشریکی به پاکستان دارن، ولی یک تعداد که میخوان مانند آقای مجاهد سرپرست وزارت دفاع شنونده کمتری داره. تشکر. آقای پیگیر، بیشتر صحبت میکردیم که خب حالا اتفاق افتاده، این عملکردها هر روز از طرف مقامات پاکستان و مخصوصا ارتششان انجام میشه در مقابل مهاجران افغان، برخورد میکنن، حالا به طرف خانه هایشان میرن، حمله میکنن و تخریب میکنن خانه هایشان. قدم های بعدی پاکستان فکر میکنین چی میتونه باشه؟ از این عقب نشینی میکنه و مهاجران افغان به همون چیزی که میخواهند خواهند رسید یا نه وضعیت بدتر خواهد شد این بحران مهاجرت؟ باور داشته باشین، من میشه گفتیم خب پاکستان هیچ وعده نمیخواد که مهاجرین افغانستان از پاکستان
خارج شوه. به خاطر اونا میفهمن زیاد زیان میکنه پاکستان وقتی که مهاجرین نباشه. و ما باور دارم اگر تمام مهاجرین از پاکستان، ایران، دیگه کشورها داخل افغانستان بیان، وضعیت ایج تغییر میکنه، به نفع ما میشه. دیان باور دارم پاکستان منتظر است که یک کشور بزرگ مانند امریکا، آلمان، چین یک مقدار پول برش بده، آرام میشه و به این هدفش موفق میشه با توجه به اینکه سابقه شون گفتین. ببینین اونا همیشه گفتیم که فقط مهاجرین افغان بسیار زیاد معذرت میخوایم، از اونا مثل گاو شیری وار استفاده میکنن و در طول این است که نو شروع کردن. 43 سال است که از مهاجرین افغان استفاده کردن اونا و حالا میخواین استفاده بکنن و داینده هم اگر شما فکر میکنین که این مهاجرین پاکستانی چطور میشه جلوش گرفت؟ بالاخره یک تاریخ دور و درازی استفاده ببینید. میشه ببینین هر وعده که ما افغان شدیم در هیچه یک حکومت قوی جور بکنیم که حداقل صدای ما را جامعه جانی. ما یه تریبیون نداره، امارت اسلامی افغانستان تریبیون نداره، وزیر خارجه میره سه روز تکت رخصت میگیره، کی صدای ما را میشنوه؟ اونا نه تنها پاکستان، ایران، دیگه کشورها هر ظلمی که بخواین بالای افغانا کده میتونه، به خاطر که ما تریبیون نداریم، در سازمان ملل ما نماینده نداریم، در کنفرانس اسلامی ما را کس نمیمانه، در سایر سازمان های بین المللی که ما میتونیم صدای خود بلند بکنیم بدبختانه که افغان ها وجود نماینده نداره. پس چی وقت ما میتونیم که ما اول دل ما با حالت خود ما بسوزه، با حالت همون مهاجرین که در پاکستان و ایران و دیگه کشور هستن با حالت اونا بسوزه، وقت خود افغان ها دل نمی سوزانه بالای بله. افغان دیگه خود که در کشورهای خارجی است. خب پاکستانی ها خود برشان آقای پنگیر همینطور که می دانین حکومت هایی که آمدن در افغانستان در قدرت بودن، اما را بحران افغانستان را به طرف جهان انداختن یا کشورهای همسایه را متهم کردن. حالا هم همین موضوع است، وقتی بحران بشری صحبت میشه، موضوعی که مشکلات است، فقر است، ناداری است، هرچی است، جهان انگشت اشاره دارن طرفش. ببینین خب اگر ما این وطن دوست داریم، مردم دوست داریم، جهانم کلش میگیم کافر، یک ما مسلمان های قوی، پس چی آرزو داریم؟ چرا ما آرزو داشته باشیم از این کشورها کمش تقریبا همش دشمن ما؟ نه همسایه خوب داریم، نه کشورهای منطقه خوب است، همه گی دشمن ما. و ما چی کار کردیم به این وطن، به این مردم چی کار خوب انجام دادیم؟ کال گله کنیم از کشورهای همسایه و ایران و پاکستان اینا، و چرا اونا وارس؟ آیا سرزمی ما فکر کردیم؟ آیا پاکستانی ها آمده یا چوب زده بردک کده خود، یا ایرانی ها یا کدام کشور دیگه؟ چرا وارستن؟ سره میخو یک بار بشینه امارت اسلامی افغانستان حداقل بین خود که چرا مردم افغانستان آواره بودن و چرا همروز فرار میکنن؟ هر وعده نمی سوال ما داخل افغانستان حل کردیم، مشکل مهاجرین افغانستان باور دارم که حل میشه. ولی بدبختانه که همیشه ما یا دست در گریبان پاکستان یا ایران یا دیگه کشورها، مشکل همیجه است. سپیر صاحب گرامی، به که مشکل داخلی خود حل بکنیم، باور کنیم کی خوش از دو افتوای سوزان در ایران از آقای سیدی پرسانش بکنین که همونجا مای $10,000 بر شما بتاود، همه چیز برتون میاثر باشه، آیا با یک افتاب صبح کابل رو برابر میکنین؟ تشکر. من پرسش از آقای سیدی میپرسیم، در کنارش رای حل ها رو میشنویم. آقای سیدی، اول خود می باور هستم که در حال حاضر و در گذشته پاکستان یک اسرائیل است و مردم افغانستان مردم فلسطین. اگر کسی پاکستان را بدون از اسرائیل دیگه نامی تعریف میکنه اشتباه میکنه. حرف دومی را که میخوام صریحا بگم، بار بار برادرای ما در افغانستان میگفتن که پختانه لرو بر یودی، یا به یو کیگو یا ورا کیگو، همی انوالحق کاکر یک پشتون است، همی وزیر داخلش بختی یک پشتون است.
همین رهبران پشتون اون طرف خط دیرند کجا هستند که صدا بلند کنند پنجابی سندی به ما ظلم نمیکنه؟ تو پشتونی که ما سالها گفتم که پختانه لره بر یهودی یا به یو کیگو یا ورا کیگو تو به ما ظلم میکنی. بنان ما به یه قیده استون و باور میست که به خودی من اگر در افغانستان نیستم به از طریق رسانه ها از مطبوعات یک لحظه از حال مردم افغانستان دور نیستیم. خدا شاهد است، خدا خودت میدانه که اگر من احساس کنم که صبح در افغانستان پشت میله های زندان نمیرم و کشته نمیشم، عزتم زیر پای نمیشه، نه چوکی میخوایم نه مقام میخوایم، صبح میرم به افغانستان. ولی شما میدانیم که مهاجرین افغانستان امروز یک تعداد مهاجرین سیاسی است، یک تعداد مهاجرین امنیتی است، یک تعداد مهاجرین اقتصادی است. وقتی که لقمه نانی نباشه، وقتی که من مسئولیت نداشته باشم، وقتی که توهین و تغییر شم، وقتی که من حکومتی داشته باشم که ملایش که در رأس یک ولایت است بخیزه بگویه که قیامت نزدیک شده، از خطر به هرات زلزله شده، ملای دیگرش بخیزه بگویه که شما برین به مسجد که زلزله به مسجد ضرر نمیرسونه، آخوند دیگرش بالاش بگویه که مردم که گناهکار شد زلزله میشه. این است منطق از اینا، این است عقل از اینا. در حالی که زلزله یک حادثه طبیعی است، در دنیا کسی تا حال پیش بینی نکرده، کسی هم نمیگه که چرا شما بی اقلای میگه پارا میزنید، ولی ما از ملا هست از اون چرا عقلش نمیگه. بنان من در آخر اطمینان میتونم پدر پاکستان نمیتونه مهاجرین افغانستان یک میلیونیشو بیرون کنه، فقط سودجویی میکنه، ملل متحد شاید به سودجویی رو تمکین کنه، ولی یک گیله ای که از امارت طالبان دارم به خاطر فلسطین میتونن صدها نفر به پیش مسجد ایدگاه به بردک به ولایت بیرون کنن علیه اسرائیل چهار بتن. از روزی که پاکستان هم ظلم به مهاجرین شروع کرده، آیا امارت اسلامی نمیتونه که در کابل در ولایت تظاهراتی را علیه پاکستان برگزار کنه و بیرق پاکستان در آب آتش بکشن مانند بیرق اسرائیل؟ چرا نمیکنن؟ چرا گفته میتونن که برق بر اسرائیل، چرا نمیگن که برق بر پاکستان؟ اسرائیل و پاکستان چی فرق داره؟ هر دو تا روی یک سکه هستن. بسیار زیاد تشکر آقای پیگیر. جنبنده شما دو دقیقه فرصت داریم و اینکه چه باید شوه؟ ببینین ما یکی از مصاحبه ضعیف سایبه از تلویزیون شما شنیدم، او گفت طالب هایی را که پاکستان دستگیر میکرد برای امریکایی ها میداد و اونا میامدن در گوانتینامو میگفتن که ما حالا در یک کشور اسلامی آمدیم. فکر بکنی وانتی نامو را میگفت کشور اسلامی، یعنی زندانی که وجد چقدر فجایع بود. چرا میگفتن؟ به خاطر که صد برابر از ظلم در برابر از اونا پاکستانی ها کده بود. بنان امارت اسلامی افغانستان، ما نمیگیم که حال وقت جنگ است ما دشمنی داشته باشیم، ولی حداقل افغان خوب باشیم، افغانیت خود خود نشان بده برای می هموطنهای خود، حداقل صدای خود خود بکشیم که پاکستان 43 سال تو خون ما رو نوشیدی آل بس. ولی در این اعلامیه که والا صبر کو باز ما گپ میزنیم، به هیچ افغانستان نه مهاجرین آرام میمونه نه مردم افغانستان. وقتی حرف شنوی از سوی مقامات پاکستان نشه چی؟ ببینین خب تا بکی که ما کار خانگی خود نکنیم و از یخن پاکستان بگیریم. پس اگر افغانا ابزارهای فشار در برابر پاکستان ببینید. انجام کار خانگی مرد میده. اگر ما ایجا یک حکومت قوی داشته باشیم، یک حکومت که واقعا نماینده مردم افغانستان باشه، آیا کاکل جرات میکنه که طرف یک افغان، یک سیاسر افغان ببره به زندان پرته، یک طفلای افغانستان در زنجیر پرته ببره طرف زندان؟ باور کنین که نی، بیاین که خود جور کنیم، با خدا باور داشته باشین خود ما که جور شویم، نه ایرانی ها به طرف افغان چپ سایی کده میتونه، نه پاکستانی ها نه دیگر کشورها. تشکر آقای پیگیر و آقای سعیدی از حضور هر دو مهمان و بزرگوار. به همین ترتیب رسیم به پایان فراخبر. از شما هم سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.